این بار این بار این بار این بار برنگرد. الو، دانیالم. دانیال هستم آقا شنگ. بله میدونم. پس آقا رو هم خوابید. بله اون که خوابیده، ولی من یکم میترسم. نه نه اون ترسو نمیگه. حس کردم مهوش باید توی روز بود. وقتی روحان بره مدرسه، وقتی که من صبح برم اداره. بعضی وقتا شبا از خواب میپره. اگه بیدار بشه دنبال مامانش میگردم. هر روز اینطوری نمیشه. ولی میترسم اگه امشب بیدار بشه برای من خیلی سخت میشه. از مهوش بپرس. اون چی میگه؟ اون میگه از شما بپرسم. تو یه مردی، برای چی مثل بچه ها حرف میزنی؟ میدونم. لطفاً این لطفو در حقم بکن. خوشحال میشه. از ته قلبم دعات میکنم. مشکلی نیست. پس من صبح ساعت 9 میام. عالی. من خیلی من. قبول کرد. باهاش معامله کردی؟ معامله؟ برای طلاق دادن پول گرفتی؟ نه اصلا. برای چی نمیگی؟ اینطوری حس کردم. اینجوری که تو خواهش میکنی واسه قبول کردنشم باید تشکر میکنی. حس کردم همچین چیزی. پول نگرفتم تو رو بده. اون یه چیزی بهم گفت. گفت وقتی زنت دستتو ول میکنه که بره، هیچ وقت جلوشو نگیر. چون قبل از اینکه دستتو ول کنه رفته. البته بهم گفت 50 میلیون ازم بگیر. چقدر؟ 50 میلیون. خیلی ناراحت شد. که تو از خونه نرفته رفتی تو بازار نشستی. ساکت شو. میدونی 50 میلیون چقدره؟ آره میدونم. خیلی چیزا میتونستم بخونم. ولی به پای اون لحظه نمیرسیم. لحظه ای که عجله داشتم برسم خونه. میومدم. تو در باز میکرد. فقط تو رو میدونم. همه نیازامو با تو فراموش میکردم. درکت میکنم. تو تو توهماتت باش، ولی من میرم اون بالا بالا. گوش کن. برای شام چیزی بگیرم؟ بول جانے کا هنر مجھ کو سکھاتے جا ولی من میرم اون بالا بالا. فقط میرے دل سے اتر جائیے گا بچھڑنا مبارک بچھڑ جائیے گا. رفته بازار، گفت میرم یه چیزی برای شام بگیرم. برای تو؟ من که گشنم نیست. عجب شخصیتی داره. من که تا حالا همچین آدمی ندیدم. چطور؟ وقتی اومد تو دفترم نشست، حس کردم میخواد منو بکشه.
چشماش اونقدر عصبانی بودن که نپرس، ولی حرفای پشت تلفنو که شنید انگار آروم شد، خیلی آروم. همه ی حرفا رو که شنید لبخند زد، بعدش هم گفت که چقدر صداش قشنگ. بله، تو دانشگاه هم کلاسی بودی؟ میدونی من اول چهرهشو ندیدم، فقط صداشو شنیدم. بعد برگشتم تو صندلیای عقب دنبالش گشتم، اونم منو دید. وقتی هم که دید یه جوری شد، یه جوری که انگار نگاه من مثل یه زنبور نیشش زد. تو خونم که حرف میزنه من ساکت فقط گوش میدم، کل روز از اداره زنگ میزنم بهش. گوشیو که برمیداره وقتی میگه الو، یه لحظه دلم زب میگه، ولی الان دیگه تو الو گفتنانشون صفا نیست، یعنی برای من صفا. حالا شما چی فکر میکنی؟ دخترها خیانت میکنن؟ میکنن، خیلی هستن. فکر میکردم فقط مردا خواهن، ولی یه چیزی رو فهمید، دخترها وقتی خیانت میکنن کامل خیانت میکنن. متوجه نشدی؟ یعنی نگاهشونو بر میگردم. بعضی وقتا حس میکنم صبح که بیدار میشه به اسمم فکر میکنم، که یه وقت اسم یکی دیگر رو نگه. شما بخنداره، ولی دارم اسم شما رو نگه. ببینم حالا چه فکری داری. چه فکری دارم؟ اول یه ذره بفهمم. راستی به هم بگو وقتی رفت اسلام آباد خیلی زود قبول کرد، یه ذره دست نکرد؟ آره، یه ذره مردد بود، ولی تو که میدونی تردید تو عشق جایی نداره. حتما وقتی تو اتاق بودین ترسیده. بس کن دیگه، چه حرفایی میزنی؟ نه نه، فقط برای اطمینان خاطر دارم میپرسم. نه نمیترسید، فقط یه ذره حیرون بود چون اتاق رو دیدی. تا حالا اتاق یه هتل 5 ستاره رو ندیدی. من هیچ وقت نتونستم نشینش بدم، همش به خاطر آقا جونم. اگه به رشوه فکرم بکنم جلومو میگی، حسابی دوام بود. همین 10-15 روز پیش بهش فکر کردم، 1,000,000 آوردم خونه. وقتی فهمید یه قشقرقی به پا کرد که مجبور شدم برم پسش بدم. ولی تا جایی که من میدونم پدر تقریبا 5 سال پیش فوت کرده. بله، فکر کنم الان 4 سال شده. ولی هر وقت به یه کار غلط فکرم میکنم میاد تو خوابم، چک میزنه تو صورتم. تو حالت خوب نیست؟ نه، حالم کاملا خوبه، فقط برای اطلاع خودم بپرسم. قضیه اینه که این چیزا رو فقط شنیده بودم، ندیده بودم. آقا شای خیلی خوب، اون حتما فکرشو کرد. شما هم ببر، من که رفتم بهت زنگ میزنم، خبر میدم که بیای باشه.
مراقبش باش. حتما. خدا حافظ. یه لحظه. اینو از یکی قرض گرفته بودم. خدا حافظ. فکر کردم با هم معامله کردی، اونم پول گرفته که طلاقم بده. خب آره، من بهش پیشنهاد دادم. 50 میلیون؟ آره، فکر کنم گفتم 50 میلیون. عجیبش اینه که وقتی رقمو شنید انگار نه انگار خبر نداشت که تو چقدر برام با ارزشی. اون فکر میکنه کسی که عاشقش باشی قیمتی نداره، ولی من میگم اونم قیمت داره. هرچی قیمتش بالاتر عشقش هم بیشتر. حالا من فکر کردم دلت براش سوخته. دلم که سوخته، اونقدر سوخته که نشستم و به حرفاش گوش دادم و گذاشتم تا امشب هم دوباره پیشش بمونی. برگشت خونه. باشه، میبینم. آیا نکاح یه پیوند قوی آجاقا؟ بدون شک هم پیوند. آیا دیگه جای سوالی میمونه یا نه؟ نکاح جواب همه سوال هاست. پس ما رو به نکاح هم در بیاری. برای چی زنگ زدی؟ روحان بیدار میشه. اول زنگ زدم، اشغال بود. این همه خرید برای چی؟ کی میخوره؟ 7 ساله که همینقدر میخورم. امشبم هم باز همین کار کردم. امشب یعنی چی؟ امشب آخرین سالگرد ازدواجم. ببین، فقط یه رو وقت داری. تو کیکو در بیار، شماشو بچین، منم برم چاقو رو بیارم. برای چی این کارا رو میکنی؟ داری به هم توهین میکنی؟ این چه حرفی عزیزم؟ این دیوونه آرزو داره، برآوردش کن. حالا که موندی حرفمو گوش کن. این کیکو در در بیار دیگه. میگن عشقم که نباشه فلک سمت هم میکشون. یه خواهش دیگه دارم. بگو. موقع بریدن کیک لبخند بزن. باشه. لباسمو عوض کنم. Thank you.
دانیال گوشیمو بده. فقط یه دقیقه مونده. خب شمع رو روشن کن دیگه. آها. ایناش. سالگردمون مبارک. سالگردمون مبارک. همیشه خوش باشی. غذا بخوریم؟ من که خیلی گشنم. حالا میارم. قبل رفتنت بگو آرچی رو کجا گذاشتی؟ واکس کفش، مسواک، لباسا رو میشوری کجا میندازی؟ خشک میشن کجا میذاری؟ یعنی نمیدونی؟ چرا میدونم، ولی یادم نیست. تو که میدونی اگه سوزنم بذارم یه جایی باز یادم، فقط وسایل آشپزخونه رو میدونم چون اونجا زیاد میچرخم دیگه. دیگه هیچی یادم نیست.
لباسا رو که میشوری میندازی تو بالکن دیگه. آره. لباسای روحام چی؟ اونا تو اتاقشن، رو آویزن. اسباب بازی و چیزای دیگه. اون یکی کلید خونه چی؟ اونو با خودم میبرم. خیلی نیازی نیست بهش، ولی میدونی که من سر به هوا، یه کلیدو یادم بره اون یکی به دردم بخوره. روحام دیگه تو لیوان شیر میخوره؟ آره؟ اونم یادت نیست؟ راستشو بگم به جز تو با هیچی کار نداشتم. همیشه با خودم میگفتم تو حواست به همه چیز. بوش که خیلی عالی، خیلی هم گشنم شده، تو هم بخور دیگه. گوشید داره زنگ میخوره. مال من نیست، مال توی. آه، مال من. آقا آتمه، اینم عاشق من شده. الو آقا آتم. سالگرد ازدواجتون مبارک. شما از کجا فهمیدین؟ خب پارسال داشتی به یکی میگفتی، منم شنیدم و یادم. برای همین با دوست شدن دیگه، چون امروز سالگرد ازدواج خودم هم هست. آها. ببینم خودت در چه حالی؟ زخمات خوب شدن؟ آره بهتر شد. بردامیه یه داره؟ بله میام آقا، فقط یکم دیر میام، تا ساعت 10. بابا شما همین که بیای کافیه. مراقب خودت باش. همچنین. خداحافظ. مهوش؟ بدشانسی منی بادا. آدم ها تلاش میکنن از بدشانسی خلاص بشن، نه اینکه دل تنگش باشه. گیتی اگه با هم باشیم این بدشانسی میتونه تبدیل به خوششانسی بشه. اصلا اینطوری نمیشه، من نمیخوام با تو باشم. امروز سالگرد ازدواجمون بود، اونم جشن گرفت. چی؟ یعنی شما دوتا کیکم بریدیم؟ معلومه، کیک خریده بود و برده بود، منم که یادم نبود، خودش رفت خرید و خواهش کرد که با هم کیکو ببریم. فکر کنم پاک زده به سرش. منم چند بار همین حسو داشتم. خب چطور میخوای کنار اون دیوونه بمونی؟ هنوز 8 ساعت و نیم دیگه مونده. خواهشم پاشو بیا دیگه. بیام؟ ازش بپرس میذاره بیام؟ خواهشم بیا، من ازش میترسم. گفتم که ازش بپرس. باشه. بیا دیگه عزیزم، قضا داره سرد میشه.
حتما خوابش نمیبره. وقتی دوست دخترت میشه یکی دیگه باشه همینه. همین حال میشه. حالا فکر کن اون شب من چه حالی داشتم وقتی اون تو رو به خودش برده بود اسلام آباد. من که زنم هم بود. میخواستم بگم اون داره میاد دنبالم. اینجا؟ عوضی دل تو دلش نیست. ولی بیاد اینجا چیکار کنه؟ مثل مرغ یه لنگ پا وایسه؟ باشه اشکال نداره، بگو بیا. ولی بهش بگو زنگ خونه رو نزن. باشه. کجا؟ بشه همینجا حرف بزن. چرا خجالت میکشی؟ اجازه نداد نه؟ نه بیا اینجا. مطمئنی؟ مطمئنم. باشه دارم میام. 20 دقیقه دیگه اونجا. یادت رفته؟ تا حالا از من نشنیده بودی؟ پس الان چطوری بهت نبگی؟ زودتر یه جا را آماده کن. یه مهمون خیلی مهم داره میاد. من که رفتم اتاق قشنگ تزیین کن. یه دونه تا سیگارم معلوم نباشه. پاکت سیگارم من بردار. کی برمیگردین آقا؟ صاحب میام. چیکار میکنی؟ تمیز میکنم. درسته خونم کوچیکه ولی منم یه شخصیتی دارم دیگه. برای اینکه فقیر هستم اما کثیف نیستم. بده من تمیزش میکنم. مگه شب عروسی کار میکنه؟ تو بشی. خودم مرتبش میکنم. از این به بعد میکنم. بشین دیگه بابا بشین. بگیر بشین هم برو اینجا. چقدر دیگه میرسه؟ گفت 20 دقیقه دیگه. پس تا 10 دقیقه دیگه میرسه. برم آب بذارم برای چای. چاییو خودم درست میکنم دانی. آخه چرا؟ چرا تو درست کنی؟ صبح کی درست میکنه؟ فردا شب کی درست میکنه؟ من درست میکنم دیگه. پس الانم خودم درست میکنم. بعدشم ببین خیلی خوب درست میکنم. دست داره خون میاد دانیا. ای بابا بده برات ببندمش. زخمام زیاده. پماد دارم خودم میزنم. Thank you.
میخوام یه تاجر بگم. میخوام هر چی دلم خواست بخرم. دوستی، وفاداری، هر کی میفروشه همه بخرم. این چی؟ 50 میلیون. ظاهر تو حرفات نشون میده تاجر باهوشی هستی، ولی پیشنهادت برای تا اینجا رسیدن عجیب. برای این دختر دوزاری میخواستی به این 50 میلیون. فقط میره دل سے اتر جائیے گا، بچھڑنا مبارک بچھڑ جائیے گا. جذاب‌ترین سریال های پاکستانی را در تلویزیون دی دی تی وی مشاهده کنید.